سلام دوستان و عزیزان در خدمتون هستم برای یک فال جدید با هم پردازیم به فال بله یا نه دوستان عزیز توجه کنید برای این فال من چهار تا گزینه میذارم و اینکه سعی میکنم زمان هر گزینه رو اون پایین هم برای شما دوستان عزیز بنویسم ببینیم چه خبر است در گزینه ها من چهار تا گزینه میذارم جواب بله هست یا جواب نه هست ببینیم چه چالش هایی هست و چه جوری میتونین شاید نتیجه رو به نفع خودتون کنه این کار رو انجام میدیم و در آخر یک پیام فرشتگان رو بر شما من میخونم ببینیم دوستان عزیز من کارتا رو مخلوط میکنم از آرکان های ماجور یا تاروت کبیر استفاده میکنم ببینیم که چه چیزی بهتون میگه انتخاب اول انتخاب دوم انتخاب سوم و انتخاب آخر که انتخاب چهارم هستش خب من اینا رو میذارم کنار پس انتخاب اول اینجاست انتخاب دوم اینجاست انتخاب سوم و انتخاب چهارم یعنی آخرین انتخاب بریم ببینیم چه خبر است در انتخاب ها و من میرم سراغ انتخاب اول سلام دوستان و عزیزانی که انتخاب شما انتخاب اول بود عزیزان دل ببینیم چه خبر است جواب سوال شما بله هست یا خیر خب اگر که از نظر احساسی شما نیت کردین دوستان عزیز جواب خیلی خوب نیست اگر از نظر مادی هست جواب نه هستش اگر از نظر شغلی هست جواب نه هستش اگر از نظر سلامتی هست جواب نه هستش و اگر از نظر معنوی هست جواب متوسط هست حالا دوستان توجه کنین اینجا پس به طور کلی برای من جواب برای هر دامین این جواب نه هست ولی فقط برای دامنه معنوی جواب متوسط هست حالا با هم دیگه من از تاروت استفاده می کنم و از تاروت می پرسیم با همدیگه که چالش و شما چه چیزی هست و چه جوری میتونین این جواب رو عوض کنیم اوکی حالا از از تاروت می پرسیم به چه صورت میتونین این جواب رو عوض کنیم اول بریم چه چالشی هست از چه چیزی باید بگذریم چالش شما این ازش که نترسین دوستان و اقدام کنین ببینید اگر که بشینین همینجوری دست رو دست هم دور دست هم دیگه بذارین اینجوری چیزی جلو نمیره باید هر کاری رو انجام بدین نباید بترسین باید حرکتی انجام بدین و نترسین دوستان عزیز باید مسئولیت پذیر باشین باید نشون بدین که میتونیم میتونیم چه های پهنی داریم و نترس هستین همیشه وقتی که حتی در مقابل دیگران وقتی که نشون میدیم که ما توانا هستیم خیلی چیزها عوض میشه پس اگر که کاری که شما مد نظرتون هست مثل کسی باشه که گم و گیجه و نمیدونه کجا میره و برای چی داره میره و نمیدونم راه یه مقداری راهش زیگزاکیه و هیچی هی به هیچی و نمیدونم هیچی ندارم و با این حالتی نه باید کسی باشین چهره از خودتون نشون بدین حتی اقداماتی رو انجام بدین که اقداماتی که از یک شخص مسئول میاد حتی در صح... لحن صحبت کردنتون خب کسی که به خودش میرسه کسی که جا... جذاب هستش کسی که کاریست داره کسی که میره تو دل مشکلات و نه اینکه میشینه نگاه میکنه منتظر هستش که کی چه چیزی انجام بشه و اینکه حالا هر بادی که اومد منو به همون طرف که بخواد ببره یه دقیقه این پایین یه دقیقه بالا هستم یه دقیقه میخوام بپرم یه دقیقه دیوونه بازی میخوام در بیارم نه راه خودتون رو مشخص کنید و مسئولیت پذیر باشین در این راستا خب بریم ببینیم که چه چیزی کمکتون میکنه که بخواین جواب اینو بله کنین دوستان روی خودتون باید کار کنین دوستان عزیز خب اگر که هر چیزی هم که دارین شروع میکنین آنچنان در موردش با دیگران صحبت نکنین برای سریا حرف از شفای روحی شفای قلبی میزنه اونایی که شاید براتون مسائل احساسی مهم هست دوستان روی خودتون باید کار کنین از یک جایی باید شروع کنین دوستان عزیز و اینکه وقتی که دارین کاری رو انجام میدید پر از عشق باشه پر از مهر باشه برای خودتون اول خب ببینید چه جوری میتونین حال خودتون رو خوب کنین چه جوری میتونین شروعی کنین شروعی با انگیزه و شروعی باشه که نه اینجوری ندونم زیگ زاگ دقیقه اینجوری میده هم, این هم, این هم هیچ راه مشخصی رو ندارم بلکه مسئله باشه بسیار بسیار خوب در موردش هم با کسی صحبت نکنین و اینکه ببینین چه جونه میتونین روی خودتون کار کنین دوستان عزیز خب یک شروع رو باید داشته باشین حتما ولی شروع رو جوری انجام بدین که همون که دلت دلتون میخواد و مثل این مسئله باشه که براتون خیلی مهم هستش برای من برای یک سری ها باید روی خودشون روی روحشون روانشون و روی قلبشون کار کنه. اوکی؟ حالا بریم ببینیم فرشتگان چه پیامی برای شما دارن در این مورد حرف از ده احساسات میزنن برای شما میگن که زندگی شما در اون رحمت هست برای اینکه شما شخصی هستین که یک خانواده یا افرادی که بسیار خوب هستن دور براتون هستن و, دو... و شما رو دوست دارن یک خوشحالی بزرگ و یک شکوفایی احساسی در افق بر برای شما دیده میشه این لحظات رو با هارمونی کامل به سر ببرین و با افرادی که شما دوستشون دارین میدونین شما میتونین ببخشید درک کنید و مهربان باشین با اطرافیانتون شما یک عشق بی شرط و شروط دارین پس این کار در واقع میگه که شما دورو شما همه چیز مهیا هست که بخواین خوشحال و خوشبخت باشین و اگر بخواین اقدامی کنین از اقدام کنین نه که هر اقدامی که میخواین بکنین دوستان اقدام هستش که اینجا من دارم میبینم که احساس میکنم برنامه پشتش نیستش خب همین جوری میخوام یه کاری کنم یه هویی میخوام یه کاری کنم و اینو داره بهتون میگه که واقعا در واقع اگر بتونید مشورت به طلب این مشورت طلب این اگر میتونین روی خودتون کار کنین روی دیگران میتونین تکیه کنین کار کنین ولی برای من بیشتر عزیزانی هستین که باید شروع کنین شروع کنین درست شروع کنین یک مسئله رو خب خب عزیزان این فال شما بود میرم سراغ انتخاب دوستان عزیزان دسته گروه دوم من این کارت برمیگردونم اوکی اه این کارت ها رو مخلوط میکنم برای اینکه بخوایم دوستانی این که کارت دوم رو انتخاب کردیم خب جواب شما اگر عاطفی هست متوسط هست اگر مادی هست دوستان متوسط هست اگر شغلی هست متوسط سلامتی متوسط معنوی عالی خب اگر میخوایم فالگیر بشین عالیه <applause> خب بریم ببینیم دوستان عزیز چه خبر هست در کارت ها و اینکه بریم ببینیم که شما چگونه میتونین Uh, چه چالشی سر راهتون هست و چه کار یعنی چه کار باید بکنین و این من چه کارت ها رو میکشم بهتون میگم uh, که بخوایم به هدفتون برسین که جواب این کارت بله بشه دوستان عزیز خان توجه کنین میگه که چالش شما این هستش که باید یه خورده سبکبال باشین دلو به دریا بزنین عزیزان دل خب و اینکه باید یه کاری رو انجام بدین که متفاوت هست با بقیه کارهایی که انجام دادیم در این کارت به من میگه دو مرحله از این کارت باید عقبتر بریم در واقع از اول باید همه چیز رو شروع کنیم خب من نمیدونم موضوع شما چه چیزی هست ولی هر چیزی که هست دارم میبینم که اینجا میگه که باید اقدام کنید کاری رو انجام بدین و برین از اول ببینین چه خبر هستش و خودتون رو رها کنین در واقع خودتون رو رها کنید به این صورت از اول هم که حتی من حالا میگفتم از اول شروع کنیم ولی به فکر کن جنگل هم بیوامون از روز نخست من احساس میکنم که در این کارت داره به شما میگه که رها کنید بسپارین دست سرنوشت در واقع باید بتونید به سرنوشت اعتماد کنید ببینیم چه چیزی با کمکتون کنه دوستان عزیز آر به آرامش باید برسین خب باید به هر کاری که مد نظرتون هستش یک چارچوب درست بدین یک کادر بدین بهش یک نظم و ترتیب بهش بدین باید پایه و اساس اون کار رو درست کنین دوستان عزیز باید شاد باشین حالا شادی هم انرژی مثبت رو برای شما میاره و اینکه این کار داره بهتون میگه که با افرادی باشین که بیشتر بهتون بخورن با افراد از افرادی مشورت به طلب این که هم انرژی خودتون باشن و هم آواز خودتون باشن حال اینجا کارت کسی میگه که کارت کسی هستش که در واقع باید اول چارچوب مستحکمی بده یه چارچوب میذارم خب بنا میکنم و بعدش ببینیم این باعث میشه که وقتی که شما نظم و ترتیب داشته باشین باعث میشه که اون مسئله که برای مد نظرتون هستش بهتر برات بهش دسترسی پیدا کنیم حداقل مغز من دوستان عزیز توجه کنین یک نظم و ترتیبی داره که اون نظم و ترتیب باعث میشه که مسئله بهتر بفهمه خب این از این باید اول به درون خودتون برسین دوستان عزیز خب این درون از همون تفکر و از همون کارهایی رو که شما باید با یک عزم راسخ انجام بدین شروع میشه و خودتون رو رها کنین اولین چیزی که من به شما میگم برگردین به خودتون دوستان برگردین به درون خودتون خیلی چیزها رو شما باید از درون خودتون راست و ریس کنین خب برای یه سری اگر مسئله خانه هستش دوستان عزیز باید باید یه نظم و ترتیب درست حسابی بدین در مورد مسکن اگر باشه به زندگیتون با مرتبه باید مطالعه کنین همه چیز رو خب اوکی بریم فرشتگان چه پیام بر شما دارم فرشتگان حرف از شفای افکار میزنن و اینکه بهتون میگن که اه, یه مقدار ببینید بهتون چی گفتم نظم در زندگیتون بدین و خودتون رو از چیزهایی که دست و پاگیر هستند رها کنید خودتون رو از اشخاصی که از شما انتظار زیاد دارن دور کنید بهتون گفتم باید با اشخاصی باشین که هم انرژی خودتون باشن اما که از شما هیچ انتظاری برای بازگشت چیزی ندارن شخصی میگه شاید شما دانا باهوش دوست داشتنی و خوشرو اینجا هست که تجربیات زیادی داره که میتونه با شما تقسیم کنه خب دوستان اینم کارت شما بود من میرم سراغ دوستان عزیزان انتخاب سوم بریم ببینیم شما دوستان عزیزان انتخاب سوم چه کارتی برای شما هست در برای جواب شما بریم عزیزان دسته سوم اگر که مسئله مسئله عاطفی هست دوستان جواب متوسط هست اگر مسئله مادی هست جواب بله هست اگر مسئله شغلی هست جواب بله هست اگر مسئله سلامتی هست متوسط هست و اگر معنوی هست متوسط هستش دوستان خب اینجا همه چیز سرد هست عزیزان دل اینجا میگه هر کاری که کردی همون رو درو میکنی نه چپ نه راست نه وسط. هر کاری که کردی همون خواهد شد اگر تصمیم گرفته شده همون خواهد ماند خب بریم ببینیم که اینجا کارتی هستش که ببینیم کارت ادارت کارت سختی هستش کارت سردی هست دوستان بریم ببینیم که کارت های دیگه چه حرفی به شما میزنن که شما رو بخوان به سمت که این کارت رو جواب همهش رو بله کنن پس برای رسمی شدن مسئله مسئله اداری مسئله اینگونه خوب هسته شغلی مادی خوب هست ولی برای مسائل دیگه عاطفی متوسط و برای مسائل معنوی هم متوسط خب بریم ببینیم چه کار کنیم که جواب همش بله بشه میگه که باید تا فکر دوستان عزیز برای اینکه شما حرکتی رو انجام بدین فکر کنین منتظر موقعیتی باشین که کاری رو انجام بدین تا زمانی که موقعیت جور نشده و تا زمانی که برنامه ریزی نکردین دوستان عزیز کاری رو انجام ندین ببینین این شخص اگر نردبون نبود نمیتونست بره بالا ببین نردبون هست که میتونه از این نردبون بره بالا قبلش فکر کرده تصمیم گرفته که نردبون بیاره و نردبونی هم احساس میکنم که خودش ساخته ولی که همه دارم اینجا گره گره هستش این نردبون رو ساخته موقعیت جور شده که بتونه بره بالا خب پس نمیتونین بدون اینکه موقعیت جور بشه دوستان بخواین آم... کار رو انجام بدین و باید محتاط باشین محتاط باشین استقامت داشته باشین برای مسئله ای خب بریم ببینیم ببینیم که کارت بعدی بهتون چی میگه کارت بعدی میگه که به خودتون برسین خب بزنید زندگیتون رو دستتون بگیرین و اینکه به نظر من اینجا میگه که در واقع واقعیت رو ببینین واقعیت چه چیزی هسته؟ شما خودتون هستین آنچه که دارم و با این مسئله چه کار میکنم به خودتون برسید نفر اول زندگی خودتون باشین به اون مسئله که مد نظرتون هست که براش نیت کردین اون رو دو دستی بهش بچسبین و با برنامه ریزی با و با برنامه ریزی جلو برین دوستان عزیز ببینید اینجا کارت کسی هستش که نمیذاره کسی دیگه براش تصمیم بگیره خودش بهتر از هر کسی میدونه تصمیم بگیره و اینکه کسی براش خط مش رو مشخص نمیکنه خب بریم ببینیم دوستان عزیز چه خبر است در کارتال فرشتگان چه پیامی برای شما میدن فرشتگان هم نمیخوام پیام بدن انگاری بریم ببینیم خب میگه که نه فراوانی زندگی شگفت آور است کار انجام شده برای اینکه شما به هدفتون برسین و به خواب و رویایتون برسین به شما یه حس آرامش و یک خوشحالی بزرگ میده بچشید این لحظات خوب و تکامل رو لذت ببرین و به خودتون یک کادو بدین دیگه شما مشکل مادی ندارین و شما در حال حاضر مستقل, مستقل هستین پس استفاده کنید بسیار زیبا این کارت در واقع کارت به حاجت رسیدن هست دوستان کارت فرشتگان اوکی و من این کارت های جمع می کنم و بعد میریم سراغ عزیزان انتخاب چهارم و ببینیم عزیزان انتخاب چهارم در چه نرژه هستن سلام به دوستان عزیزان انتخاب چهارم ببینیم دوستان عزیز چی به جوابی بهتون میده خب اگر که در ارتباط با مسائل احساسی هست متوسط هست دوستان در مورد مسائل مادی عالی هست در مورد مسائل شغلی عالی هست در مورد سلامتی خوب هست و در مورد مسائل معنوی دوستان آنچنان خوب نیست خب بریم ببینیم که اینجا در واقع باید بتونین بر حس و احساس خودتون غلبه کنین و اینکه باید بتونین بر شک و تردیدهای خودتون غلبه کنین راه شما طولانی هستش و اینکه باید بتونین که تا آخر از پای زندگیتون رو جلو برانید خب بریم ببینیم کارت دیگه چه چیزی بهتون میگن که همه جوابها بله باشه و آنچه که مد نظرتون هستش خب برای که برای همه خوب بود فقط احساسی مقدار بد بود خب میگه میگه باید دل به دریا بزنین اولا یک راه جدید رو شروع کنین دوما و اینکه خودتون رو رها کنین دوستان فکر کن جنگل هم بیابان بود از روز نخست دوستان عزیز خب مته به خشخاش نذارین بذارین مسائل به صورت خود جوش خودشون جلو برن ببینن شما ببینید شما کجا شما رو میبره عزیزان و من آخرین کارت رو براتون میکشم بریم آخرین کارت بهتون چی بهتون نه آخرین کارت بهتون میگه که در واقع خود جوش باشه ولی اینکه باید حالا دوره جدیدی من دارم حس میکنم که خودتون رو میگه رها کنین ولی تلاش رو انجام بدین که بدونین چی میخواین خب برای اینکه حرف از تردید میزنه و اینجا کسی هستش که درون خودش ممکنه تناقضاتی داشته باشه یا اینکه با شخص مقابل یا با شخص دیگه ای ممکنه هستش که درگیری هایی داشته باشه پس بنابراین باید بدونین چی میخواین این از این برای عزیزانی که دامنی که دامنایی همش مثبت و خوب بود میگه به تلاش خودتون ادامه بدین چون دوره جدیدی سر راه شما هستش اون دوستانی که متوسط بود از نظر عاطفی دیریم که فقط متوسط بود میگه باید بدونین چی میخواین و یک سری از شک و تردیدها رو برای خودتون حل کنید یا اینکه یک سری از نزاها رو با شخص مورد نظرتون کم کنید دوستان خب بریم ببینیم دوستان عزیز فرشتگان چه پیامی براتون دارن هشت افکار شما احساس میکنین که در یک تله افتادین یا اینکه نمیتونین از اون در بیاین شرط کنونی در شرط کنونی اما این فقط یک تصور شما هست قسم بخورین که هرگز به شما چیزی تحمیل نمیشه منتظر نشینین که شخصی بیاد برای نجات شما خودتون کاری رو انجام بدین و راه آزادی رو پیدا کنید دوستان عزیز باز من یک حرف کوچولویی با اون عزیزانی که در مورد مسئله احساسی بود بهتون میگم خودم خودتون رو رها کنید یک راه دیگر انتخاب کنین دوستان خب این راهی که در شما در اون این راهی هستش که ممکن است که شما رو آنچنان خوشحال نکنه عزیزان دل این فال شما بود امیدوارم که خوشتون اومده باشه من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش دوستان و تا فال دیگه خدا نگهدار